شماری از مهاجرین افغانستانی که در کنسرت شادمهر عقیلی خواننده پرآوازه ایرانی در واشنگتن آمریکا شرکت کرده بودند از سالن اخراج شدند. به گفته این مهاجرین، شادمهر عقیلی در این مراسم گفته کسانی که ایرانی نیستند سالن را ترک کنند. این اظهارات شادمهر به سرعت در میان کاربران افغانستانی در شبکه‌های اجتماعی پخش شد و شماری از آنها که از علاقمندان شادمهر هستند به انتقاد از او پرداختند. اما شادمهر عقیلی در واکنش به این انتقادها گفته است که خطاب او تنها به یکی از حاضران در کنسرت بوده که به گفته او به اجرای آهنگ ای ایران اعتراض داشته است. زینب آوین، گزارشگر پیشین بی بی سی که در این کنسرت با شوهرش شرکت داشته، گفت ما در صف چهارم نشسته بودیم. شادمهر پس از پایان آهنگ مشهور ای ایران در میکروفون بلند گفت اگر ایرانی نیستید بیرون بروید. من به شوهرم نگاه کردم که مشغول موبایلش بود. گفتم شنیدی چه گفت؟ گفت نه، من متوجه نشدم. گفتم فکر کنم گفت اگر ایرانی نیستید بیرون بروید. شوهرم گفت نه، امکان نداره چون این چیزی گفته باشه. زینب گفت ابتدا او فکر کرد ممکن است اشتباه شنیده باشد، اما به زودی متوجه شد که یک خانم با شوهرش، خواهرش و پسرش صف اول کنسرت را ترک کردند و بعد هم در شبکه‌های اجتماعی شکایت دیگر شرکت کنندگان افغان و ایرانی را دیده و مطمئن شده که شادمهر همین جمله را گفته: اگر ایرانی نیستید بیرون بروید. شادمهر در پیام فیسبوکی به این انتقادها پاسخ داده و نوشته که او تنها خطاب به خانومی که به من گفت حق ندارم آهنگ ای ایران را اجرا کنم، گفتم اگر مایل نیستید سالن را ترک کنید. فوزی افشار، خواهر خانم افغانی که شادمهر در مورد صحبت او نوشته، گفت او هم در کنار خواهرش در صف اول کنسرت بوده. خانم افشار گفت وقتی آهنگ ای ایران پایان یافت، خواهرم با ذوق صدا زد که شادمهر، علاقمندان افغان هم داری اینجا. و بلافاصله شادمهر بلند در میکروفون پاسخ داد که اگر ایرانی نیستید بیرون بروید. به همین دلیل خانم افشار و خواهرش این کنسرت را ترک میکنند. برای دریافت خبرهای مهم و رویدادهای تازه، کانال ژرفا را سابسکرایب و ما را دنبال کنید.